تبریز، پایتخت تشیع در جهان اسلام. شهر تبریز که قدمت مدنیت آن طبق یافته‌های سه دهه اخیر سایت باستانی مسجد کبود به 7000 سال پیش برمی‌گردد، در هزاره‌های پنجم و سوم نیز به عنوان یک شهر بسیار بزرگ مطرح بوده است. با ظهور اسلام، مردم آذربایجان و تبریز مانند اقصا نقاط کشور ایران با آغوشی باز پذیرای اسلام عزیز با هویت امامت و عدالت در کنار توحید و نبوت و معاد شدند. به استقبال سپاه اسلام رفتند و اقلیم وسیع آذربایجان که از همدان در جنوب تا اوکراین از شمال و انطاکیه در غرب و خراسان در شرق وسعت آن شمار می آمد، بدون کوچکترین مقاومت اسلام امامیه را پذیرا شد و طبق روایات تاریخی حضرت علی علیه السلام تا قسمتی از آذربایجان تشریف آوردند و امام حسن مجتبی علیه السلام را به قسمت‌های مختلف آذربایجان گسیل داشتند و مردم همه با اسلام علوی و شیعی بیعت کردند. لذا قدمت تشیع در تبریز به قدمت چند سال بعد از رسالت حضرت مصطفی صلی الله است. چنانچه در روایات تاریخی هست، مردم آذربایجان و تبریز معمولاً جزو سپاهیان اسلام در دوره حاکمیت‌های اسلامی بودند و به سلک انصار ائمه خدا علیه السلام نیز در آمدند. کینه تشیع تبریز از همان ابتدا در رد خصومت امویان و عباسیان قرار گرفت. مردم تبریز به حمایت از قیام مختار ثقفی برخاستند و خواستار حاکمیت اهل بیت در امور جهان اسلام بودند و مانند همه نهضت‌ها، نهضت‌های مردم تبریز نیز سرکوب گردید و تا دوره ایلخانان این قیام‌ها ثمری آشکارا نداشت. به عنوان نمونه، مأمون وقتی از امام رضا علیه السلام خواست به عنوان ولیعهد به طوس برود و امام می‌خواستند از طریق آذربایجان این مسیر را طی فرمایند تا با شیعیان در تبریز تجدید میثاق کنند، مسیر حرکت امام علیه السلام را تغییر دادند تا امام علیه السلام از یاری مردم تبریز علیه عباسیان بهره‌مند نشوند. اما مردم تبریز از همان ابتدا سعی در رسمیت بخشیدن به مذهب تشیع در آذربایجان و سایر نقاط ایران بودند، از جمله در روزگار معزالدوله سلطان محمد خدابنده، سلطنت سلطان حسین باقرا و غیره که همگی به شکست انجامید. از منظری دیگر اندیشه شیعی و فقه و اصول و احکام امامیه از دهه اول اسلام در تبریز نشر و نما داشته است و اساساً گرایش مردم تبریز به اسلام بر مبنای ماهیت حقیقی شیعی آن و ملازم با امامت و عدالت بوده است. به عنوان نمونه، سالار فقیهان متقین شیعه که غالب فقهای نامدار شیعه از شاگردان ایشان در شمار می آیند، حمزه ابن عبدالعزیز سلار است که مقبره اش در خسروشاه تبریز واقع است. وی اولین کتاب اصول فقه به سبک امامیه را در تبریز نگاشته است که نشان از وجود حوزه معرفتی شیعه در تبریز دارد و ممکن نیست بدون وجود و حضور صدها و هزاران فقیه در تبریز چنین مجتهد عظیم و شأنی امکان بروز و ظهور داشته باشد. همچنین بزرگترین و مشهورترین فقیه و دانشمند شیعه شیخ طوسی نیز در تبریز به گسترش فرهنگ علمی شیعی مبادرت ورزیده بود، چنانچه نشان دهنده بستر و موقعیت مناسب تبریز برای تدریس معارف حقه اهل بیت عصمت و طهارت علیه السلام می باشد. چنانچه اولین و برترین کتاب حکامی امامیه به نام تجرید العقائد که حاوی استدلالات عظیم بر امامت و عدالت و توحید و نبوت و معاد برای اولین بار در تاریخ شیعه در تبریز توسط شیخ طوسی نگاشته شد. در سال 703 اولجاتیو از ایلخانان مغول به مذهب شیعه می گرود و به سلطان محمد خدابنده تغییر نام می دهد و در گسترش مذهب حقه تشیع در تبریز و آذربایجان و سپس تمام ایران می کوشد. از جمله اقدامات او ضرب سکه به نام 12 امام علیه السلام شیعه بوده است. وی علمای شیعه را از اقصا نقاط جهان به تبریز فراخواند و در تبریز معجبات رشد تشیع را فراهم آورد. در سال 780 هجری قمری قرا محمد پدر قرا یوسف با
بنیانگذار سلسله قراقوینلو که شیعه بوده است، سلسله شیعه قراقوینلو را تشکیل داد و حدود آن تمام مغرب ایران تا عراق بود و از حلب و سوریه نیز گذشته بود. ابوالمحمد محمد ابن مسعود تبریزی در کتابی که به تاریخ 721 هجری قمری در تبریز به نام سفینه تبریز به رشته تحریر درآورده است، وضعیت تبریز و آذربایجان را به عنوان مرکز تشیع جهان اسلام به زیبایی نمایان و معلوم می کند. مردم تبریز از بدو ورود اسلام به این شهر در دهه دوم هجرت دلبسته اهل بیت علیه السلام بودند که در این کتاب به شکل زیبایی نمایان شده است. عارف بزرگ شیعه شیخ صفی الدین اردبیلی از صوفیه بزرگ جهان اسلام که به هدایت مردم شیعه آذربایجان، عراق و ترکیه کنونی مبادرت ورزیده بود، حیدر پسر اسماعیل را جانشین خیش ساخت و وقتی به درجه شهادت رسید، فرزندش اسماعیل به کمک قزلباش ها قدرت گرفت. وی امیر زکریا کججی تبریزی از نوادگان شیخ محمد کججی تبریزی از عارفان مشهور قرن هفتم تبریز که با 13 پشت به امام زین العابدین علیه السلام می رسیده است را به عنوان وزیر خود انتخاب می کند. بنابر روایات شاه اسماعیل که خود را سید و از خاندان پیامبر صلی الله می دانسته است، یک شب حضرت علی علیه السلام را در رویا مشاهده می کند و حضرت به وی امر می فرماید در تبریز مذهب تشیع را اعلام رسمی نماید و از مخالفت مخالفان ترسی به خود راه ندهد. او پس از این خواب به این امر مصمم شد و پس از استقرار در تبریز در سال 880 هجری شمسی، 907 هجری قمری و 1501 میلادی در مسجد جامع تبریز تشیع را مذهب رسمی دولت و مملکت صفوی اعلام کرد و در همان مراسم تاجگذاری نمود. وی سلسله خیش را به نام جدش صفی الدین و بنا به تعلق خاطرش به صوفیه صفویه نامید و گفت خدا و حضرات ائمه علیه السلام وی را در این کار یاری خواهند نمود. در سال 887 شمسی، 914 قمری بغداد و نجف و سپس تمام ایران را به تصرف خیش درآورد. بار دیگر شاه اسماعیل در سال 914 قمری پس از فتح عراق در روز اعلام استقلال ایران در محل مسجد صاحب الامر تبریز گفت تاج و تخت این کشور از آن علی علیه السلام است و تاج خود را به همراه جواهرات زن جنگجوی خود که از جنگ چالدران ناپدید شده بود به حرم حضرت علی علیه السلام تقدیم کرد. شاه اسماعیل نیز به نام حضرات ائمه اثناعشری سکه ضرب نمود و نام 12 امام علیه السلام را در سجع مهر شاهی قرار داد و در تبریز محراب مساجد را تغییر داد و کلمه مبارکه اشهد ان علی ولی الله و حی علی خیر العمل را در آنها نوشت. وی تعمیر و توسعه مراقد مقدسه حضرات معصومین علیه السلام در عراق و مشهد الرضا و ایجاد ساختمان ها برای امامزاده ها را به اتمام رسانید. شاه اسماعیل صفوی وقتی در 19 رجب 930 وفات نمود، 36 سال و 10 ماه از عمر وی گذشته بود. بعد از وی سایر شاهان صفوی این راه را ادامه دادند و سلسله صفوی همواره از فقها و علمای شیعه پیروی می کرده و در توسعه فقه، حدیث و حکام شیعی سعی بلیع و جهد وسیع می نمود. در زمان صفوی مدارس علمیه شیعه مانند صفویه، طالبیه، صادقیه، حاج سفرعلی و غیره تأسیس و رونق یافت. از جمله برخی علما و فقها که صفویه آنها را دعوت نمود می توان به برخی موارد اشاره نمود. شیخ نورالدین عامل کرکی ملقب به محقق ثانی، شیخ عبدالعلی فرزند محقق کرکی، غیاث الدین منصور ابن صدرالحکما، زین الدین عاملی مشهور به شهید ثانی، شیخ حسین عاملی، شیخ بهایی، میر ابوالقاسم میر فندرنسکی، ملا محسن فیض کاشانی، علامه محمد باقر مجلسی، علامه محمد تقی مجلسی، ملا صدرا و غیره. پس از صفویان تبریز همچنان پایگاه اصلی تشیع و پایتخت تشیع در جهان اسلام تاکنون باقی مانده است. بنا به نقل علمای بزرگ تبریز حدود 100 سال قبل فقط در محله مجتهدلر در یک زمان حداقل 70 مجتهد جامع الشرایط فتوا زندگی می‌کرده است.